خبر مرگت لنگ زوره دعوا شده عزت خانم تو قهوه خونه حسن گشنه با کی با کی؟ بح قاسم آدماش با سه تا نداشای عبدالله قمی بفرمایید اینم سه تا نون شما در خدمتم خوشگل خانم میدونی دعوا شده فاطمه خانم را بندونه چند تا نون میخواین؟ چهار تا میخواین؟ بله قاسم آدماش با چهار تا داداشای عبدالله قمی دعوا کردن بفهمین اینم چهار تا نون خشک و خمیر بفهمین بله شما یک دو دو چهار و اینم پنج وا چهار تا نون دادی چرا پنج تا خط کشیدی؟ یه نونم داداش توب که میرفت مدرسهش گرفت گذاشت تو کیفش نوکره تمام یه نونی ما که مردم از گشنگی کدام گوری هستی آخه دعوا شده محمود آقا را بندونه دعوا کجا؟ بح قهوه خونه حسن گشنه قاسم آدماش ریختن سر چند تا نون میخواین؟ پنج تا بابا آره ریختن سر پنج تا داداشای عبدالله قمی سر چی؟ کی زده؟ کی خورده؟ کی در رفته؟ قمی ها میگن عبدالله زده خودی ها میگن قاسم اما من میگم هنوز معلوم نیست غروب معلوم میشه آره خیلی خب بابا به ما چه بده بینی؟ میام تازه باشه با اینم تازه آه قربون دست یک و دو و سه چهار پنج و اینم شد نونیه نونی سلام و سلام سلام علیکم بیام این شیش تنومه تو قهوه خونه حسن گشته دعوا شده قاسم آدم ها شکنن سر شیشه داشته عبدالله قمی که بزن بزنی بزن این قضیه هم دیگه رو بزنن تا چشاشون هفت شه به من چه مربوطه آره به تو چه خیلی خوب به ما چه ببینم بیلیت ها چی برده پنج برده پنج تومه باز یه خال کم دارم نونیه نونیه مریم خانم خانده ها چه سید خان خونه نیست نه نیستم به نباشن ما شاگریم ها نخیال کنین ها از خروز خونه صبح تا از اون غروب چاکر ها داشت خیلی زود اومده یه تومارم تعارف سرم نه به خدا دعوا شده خانم دنبال داشت میگشم دما شیختن سر چند تا نوم میخواه یه دونه بله سر عبدالله قمی تک و تنها لط و پارش کردن داشتون واسه وساطت لازمه سید خان خودش همه چیزو میدونه میدونه باشه لکه میدونم هم خیط نونو بکشیم یه دفعه بهت گفتم بابت هر خط اضافی که میکشی یه گوشه تو میبرم آه راست میگه یه دفعه گفت بابت هر خط اضافی که میکشم یه گوشم رو میبره آدم یه گوشم که خبر نمیتونه به مردم بده فکرش میکنم نونیه نمیدونم جریان دعوا به کجا کشیده الان دیگه طاهر خان سید خان هر جا باشن خبر شدن و رفتن سر دعوا بابا یکی بره دنباله
اونا هستن آقا، مثل اینکه خودشون دارن میان اینجا. سلام زندگی ما به هم ریختن. بری تو بری چه بساطی رو با باز چی شده قاسم؟ نکنه بیجا چرید یا علف حرز خوردی؟ هار شدی سک سیرات. سید خان، تایر خان، همه میدونن ما هفت تا برادریم و کاریم به کار کسی نداریم. شش ماه پیش این مهدی که پاش کت تو کفش داشت کوچیکه ما رضا، بردش پای چراغ نگاری، گفتم کاسبه، زن و بچه داره، بلش کن. کشیدش تو خونه های اونجوری. سه ماه قبل بردیم خوابوندیمش، ترکش دادیم. باز از هفته قبل این کفتار و لاشخوراش پیداشون شده. حالا نمیدونم چی کار باید بکنیم. پولشو میخواد، میخواد تنها بپره، باز چی بهش نمیدیم؟ به تو چه ناکس، مای تو وکیل مسی مردمی؟ تنها بپره که بیاد بشینه رو بوم تو و تخم طلا واسه بذاره. اگه ما وکیل واسی نیستیم خودت هم نیستی. آخه من دو سرقاف نیستم مثل تو. از تو صفه زنهای بدبخت مادر مردم لقمه بر نمیدارم. تو بی برو عبدالله، داشت هم ببر. یه خود از حرفات با این یارو مونده که من باز با زبون محلی بهش حالی کنم. آره عبدالله، تو بی برو باقیشو بذار واسه سه طبیب. رضاتونم اگه خواست دوباره تنها بپره به خودم بگو پرش قیچی کنم. چکرتم تر خان، داشتم هم در بس نوکرتم. بریم بچه ها، بیرون. قربون شما. حرمت دست خودت سه طبیب، پا پیچ ما نشو، واسه گرون تموم میشه. آره دفعه قبلم واسه من خیلی گرون تموم شد، 530 تومن پول تخت و دوا درمونشو دادم. اما قاسم، من نمیدونم تو این روح رو از کجا آوردی. من رفتم سدبی، وقتی کار تموم شد بیا باغچه غلام باهات حرف دارم. خداحافظ. خب خودتو قاطی نکن سدبی. تنهاش نذار، سیده با اونا تنهاش. ممکنه وقت یک قصری داره واسه من وایسم اونجا مرتضا. سید خودش یه ایلشون حریفه. نه بده یکی از تنها رو من کنون. به به اینجا درشت ناخونی شده این یکی. برینو خبیرو این هنوز خمیره کدک این برده این دوتا سفقیره بگی خاش خاشی شده ای وای بیشال این بی غیرت ها بگو به کس کار این محله کاری نداشته باشم. فهمیدی؟ چشم دبی دفعه دیگه نوبت طاهره، اونم مثل من خونه تکونی نمی کنه. مال اون یه خود فرق داره، بستری شدن و بخیه خوردن و رو لگن نشستن داره. فهمیدی؟ بله سه دبی. چشم خدا عمرت بده سه دبی. اگه شماها نبودین اینا مردم رو تو این محل به آتیش می کشیدن. مرگم، من دارم میرم پیش طاهر باغچه قلوم. تو هم یه سر بزن به خانم جانو بگو طاهر شب دیر میاد، خودت هم شب پیش خانم جان بمون. چشم داداش جون. دیگه نداریم برو زارو زندگی رو بیار. چشم
وقتی وقتها چشه حادثه دیدار میشه حتی آسمون توی روز مخابار میشه حتی آسمون توی ما چیزی نداریم که گفتنش واسه همیشه میگفتم نه نداری واسه اینکه هر وقت میخواستم بهت بگم سنگین میشدم بخار هوا میشد و سردلمو میگره خوف کن بخارا برم بگو ببینم چته بگو دیگه طاهر میگم راجب مریمه مریم ما آره خب مگه مریم ما چی شده ده بگو حالا میگم داداش نمیشه گفتم داداش واسه این که ملتفت بشی طاهر اما سید ما داداش خونده ایم مگه فرقی هم داره اونم به تو میگه داداش مگه نمیگه مرگم ها میکم اونم صدات میکنه داداش مگه میشه از پارسال دیگه به هم نمیگه داداش نه که بسه دیگه بد مصاب اینقدر پیله نکن پیله واسه چی؟ من حسابایی دیگه میکردم طاهر کلی جدا از این حرفا حرف بی رفت نبود سید حرومی هم تو من نیست حرف حرف خدا و کلوم کلوم رسول خداست تو چطور میتونی شوهر آبجی من باشی؟ چطور میشه خانم جان مادر شوهر مرگم باشه؟ اون جای مادر مرگم بوده مشتی یه عمر بوده از وقتی ننه خدا بیامرزم مرد 16 ساله آخه مردم چی میکن؟ اکبر شله داییم اون که اسمش رو خشت چهار محله گردشین شهر مونده چی میگه؟ مگه میشه طاهر؟ این سید حبیب درزش بگیریم بهتره نشرفته حساب کن مگه میشه؟ طاهر بهت میدم همینجا اینقدر میشینم تا از تو رجم بریزه و تموم بشه اما باقی حرفا فرق داره طاهر
نشنفته حساب کن سید. خون ما مال توه، خودت بهتر میدونی که هست. نوکر تبلی حالا شد. سر میکشن پاتیل پاتیل از جفتشون. خب چی به من میگه؟ آخه دارن میان اینجا قاسم آقا. چرا معطلی سید؟ اومدم بابا اومدم. چیه بزن؟ اینجا خودت میدونی خودشه. بفرما مرگ ما بفرما جون ما بفرما بیادی که بفرما اموشه جا خوش کن. کی بود؟ کس چی دیگه؟ نه بابا کس جرعت نمی کنه. آخه ما تو خودمونیم من اینم. آره آره بابا با کسی هم کاری نداریم. نه خود میکنیم بخورها بره جیرمون هم آوردیم محتاج خلق نشی. اشکر بزن بزن برو بزن برو جونم این کم بمیره بخور. خیلی بزن رو شش بادا نوچارتم نوشه جونم. چی رفت چی سه نو کردم بزن انگوش انگوش بزن نمک نمک انگوش سلامت نوش نوش وای خدا مرگم بده سید خان و داهر خان اومد مینا اختر پاشیم بیایم ببینیم کی اومده. خدا مرگم بده کورشم الهی سید خان داهر خان میگفتیم گاب میکشتم حلاشم الهی بعد قرنی اینجوری منت میذاری. بابا ما چه صفره نخواستیم همین چه خوبه. ما چه گفتی با کسی کاری نداریم تو خودمونیم جیرمون هم آوردیم. مهینه درسته ما تو خودمونی اختر مینا هنگام پاشی میان یه صفره بیاری سید خان و طاهر خان اومدن. باز چی کوچ کردیم قربت یایی ایک بریم ما گفتیم کس بره. بتوارگم اینجا بگه بیشین تا گورشون رو گم کنم. اگه حواظ کنی ببینی اونجا چه خبره چشاتو در میارم. هرچی شما بفرمین قاسم آقا. اما اگه اجازه بدین من برم یه جوری دست به سرشون کنم خیلی بهتره. آخه شما که باز بهتر بدونی اگه هر شب اینجا دعوا را بیفته درشو میبندم. گفتم بتمرگ به جنب این دخترا. باش ماما زود باش بیرم. علیک سلام یالا زودتر. اختر کجایی؟ مادر ماما خوش اومدی. سلامت باشی. یالا زودتر. اوه چه کردی ماما اینا کیا؟ کجا خوش کرده خونه خانه از این بره تو کلی به ما بدهکار شدی آسف حبیب. حالا با ساکت بشینی و طلب ما رو بدی با اجازت.
یه ماشه کچولو فقط یه دونه یه ریزه یه عرض حالا دیگه نوبت ماست براش اینه چه کنید کنتونه نه فهمیده ما رو میزانی الان همی کنم تا بفرمی بیکی بینا چی نفلیش کنم بیکی بینا افوش ناکه کارا باید افیلو فرمیگا کن هری زنده باشی قربون شما قربون شما بابا ما سفره نخواسته بودیم بابا ما تو خودمون بودیم داشتیم سفر میکردیم با خاک بسرم میخوایی فردا تمام شهر جار بذارن که من بخیل نظر تنگم تو هر خونه نشسته بودی واسه تو شطور میکشتن این که سفره نیست روسیا اگه قبلا میگفتین میدونستم مامان شرفتم شیرین خوب میخونه اگرم خوب بخونه واسه شما میخونه الان صداش میکنم بیاد بیرون بجون که بزرگترها ما سممونو ورداریم و بریم اون طرف عشق ما سی خودمون شما سی خودتون خوش اومدیم اونا شیرینو میخوان بهتره باشون طرف نشی به خصوص که دوتاشون هم هستن تو هم که اونا رو خوب میشناسی واسه اون نیست ماما درم نمیخواد تو خونه دعوا را بیفته میدونم پاشو پاشو برو اما زیاد لفتش نریا پاشو باشه منم میرم اینطوری همدیگر رو نگاه کنین که ما خوابمون میگیره پاشو بابا یه تکونی چیزی میزی البته با اجازه شما سدوی نوکرتا به نوازندگان طاهر ما رو حلال
میکن. حلال تندرستی. بیا دختر بیا. مامان جون و مامان این زندگی ما رو وردار بزلم رو توخه چشم تاهر خان. الان میگم بچه ها بیان. اختر اختر بودو یه چیز حالدار کوچ کن. کجای تو پول؟ دارم لباس عوض می کنم. اومدم سه طبیب. خوش اومدی. یه اسکان وسط می ریزم. می ریز. تو چشم. باز خودت هم بیاری. بفرمی. بیا. قربانه. سلام. نوش. کم و زیادم نداره. یه اتاق و یه تخت که بعد یه مدت به جیر جیر میفته. چند تا دل خوش کنک مثل این زبط و چیکسته و چند تا هم نوار. یه قوشونم مرد جور و جور که همیان لخ میشن و دروغ سر هم میکنن بعدش هم میذارن میرن. آره همین هاست که گفتی. اما خب کم و زیاد زندگی هر کسی دست خودشه. چی میگه؟ من میگم حرفم نداره. هیچکی تو این شهر گشنگی نمرده. تو نیدی؟ حرف که میزنم پارازیت نده. اوهوک؟ هنوز هیچی نشده آقا بالا سر من شدی؟ اینقدر زرزر نکن بتماک. خیال کردی مام از گماشون دبنگای لنگراسیم عوضی؟ بشین و چوم نخور. باش. معرفت داشته باش. حرفتو به رخ ما نکش. تنتو میفروشی حیاتو که نمیفروشی. باز خودت هم بیریز. شما و سید خان مثل برادری؟ آره صد درصد. اگه درز داشته باشه مولا درزش نمیره. دیگم سوال نکن. واسه مرد فرق نمیکنه. یعنی نباز فرق بکنه. زیلو، فرش، خلاصه کم و زیاد زندگی رو میگم. اما زن نه. زن چشش که عقلش تو چشم. چطور شد توی راه افتادی؟ ای بابا، تو رو خدا دست رو دلم نزد. آسات پرسیدم چطور شد؟ آخه شما اومدی اینجا عشق کنی؟ جواب اینجا. حرف منو بده. باش. حالا که اصرار داری میگم. همه این ماجرا از یه شب شروع شد. منم مثل همه زنا شوهر داشتم، زندگی داشتم، شوهرم هم خیلی دوست داشتم. اما یه روز فهمیدم که شوهرم معتاده. وقتی بهش اعتراض کردم گفت که موضوع رو خیلی دیر فهمید. گفت که دیگه هم مرحله نجات دادنش گذشته. همون شب بود که منو با خفت و خاری از خونه بیرون کرد و بعدش سرگردون شد.
خانم کجا میری؟ گفتم کجا میری؟ من خودم هم نمیدونم. بفرمید کلانتری. نه را بیا. چرا را بیا؟ آخه شوهر من خونه بیرونم کرده. نداره مال من، تقریبا هم طوری شروع شد تا زهر من. باقیشم برات بگم؟ نه باقیشو خودم میدونم. دوست داری بیرون از اینجا ما رو ببینی؟ مثلا کجا؟ باقی خاله. اگه خب یه وقت ما مخالفت کنید غلط میکنه با اینم یه وارو. سوخت برسون سوخت. بعد بعدش مال ماست، اخلاق و کلیات دین مال ماست، اصل و رسوم مال ماست، پاکی و سر تو خود کردن مال ماست، عشق و کیفش مال آقاست. اکی مصطب بعد بیارد شکر. یه چیز بهتری بزنیم بابا، خفه شدیم تو بجنبین. عرق نیست بخوریم. اوی مشتستم تا فهمیدی از ما چیز نیمسته اعتصاب کردی صاحب جمال بیریزدی که. ماسکیارم رد کن. آخ شما نمیدونی سید حبیب این حرف واسه من یعنی چی؟ یعنی چی؟ بگو ما بدونی. اما اگه چی؟ چرا حرف نمیزنی؟ آخه من از شما میترسم. انقدر شما نکن، همون تو خودشه. حالا بگونم چی میخوا بگی؟ اگه راست راستی نگفته باشی و منظورت خیر نباشه چی؟ یعنی میگی ما دروغ میگیم؟ نه نه به خدا نه، من نمیخواستم یه همچی حرفی بزنم. یعنی غلط میکنی؟ ما دهنمون حرف میزنی، بعد رو گفتیم دیگه تمومه. وای که الهی من فدات کردم. بسه دختر شوستی سر صورت ما رو بسه. گوش کن، فقط ما باز خودمون خط و قانون داریم. آره میدونم. پس گوش کن. خوش بیا خوش که آشنا به این هیکر. والده دخترها یه جای تر تمیز بگو واسه ما جور کنم. میخواییم بی درد سر بخوابیم. هر کسی هم وسط خواب سر از رخت خواب ما دراره خونش پای خودشه. شیر فهم شد؟ زود باش بلند شو بینن جای تایر خانو بینن. چشم بیبون مثل اینکه امشب به چیزی نماسته. بگو امشی هم بزنه. حالا یه چیز ملایم بزن. موزیک خواب. مادر جون خانم جان دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه، نمیدونم چی میشه. نه ترس مادر، من هر دوی اونا رو مثل آیت الکرسی از بحرم. میدونم الان چی میگن و چی میشنفن. خود طاهر خانم دیروز صبح که من در واسش وا کردم گفت دل شور میزنه، گفت نمیدونم سیر چی جواب میده. خب معلومه که اولش میگه نه. اون اگه بگه نه دیگه نه میمونه خانوم جان، هیچی نمیتونه نه خاندادشم رو آره کنه. چرا؟ میتونه و کرده. کی؟ خودم. یادتی سر قضیه پسر رباب سلطان حمومی داداشت میخواست تیکه تیکش کنه
کی بود که واسطه شد و... خب بله خانم جان، اون از شما خیلی حرف شنویی داره، اما سر این قضیه... شام تو بخور مادر، سر این قضیه هم داره. چیه؟ حالت خوب نیست تاهه؟ طورید شده؟ سرما خوردی؟ آره، پرت پرت هم تو گفتی میخوای شکاوه کنی؟ میخوام عقدش کنم، آب تو به سرش بریزم. بیه یه جانی کرده، من یه مسل بخرم بخورم، اوزام خیلی بده. تو نمیری پرت پرتم، حالا هیچ خوب نیست. گفتی میخوای عقدش کنی؟ آره بابا، آره. همین امرو؟ همین الان. عجله کار شیطونه با، اما نه تو کار خیر. نیگرد استاد حبیب، نیگرد، من یه دونه اون قرصای جوشی بخرم بخورم، اوضاعم خرابه. نیگردار. مثل که زیاد خوشش نیمه. تعمل کن، بالاخره خوشش میاد. قلبش مثل آب چشمه صاف صافه. بفرمایید. دکتر جان، اول نگاه کن ببین تو اون بنزه یه زن میبینی یا نه. بله، یه زن و یه مرد. با تصورات الکل نی. یه مسل بده به من، یه قرص سردرد، دو تامان قرص جوشی ها، یه لیوانم آب. اگه خواهرت بگه نه چی؟ سعی کی باشه، تو انگاری با بچه مدرسه یا حرف میزنی؟ سلامتید. بیا دکتر جون، باقیش هم بده به شاگردت. خیلی ممنون آقا. حلقه ها را مرحمت کنید. مهنون حلقه که نمی شود جانم. بعد می خریم بابا. نمی شود آقا. ایداد، همه جا گرفتاری این حلقه هست. این میشه آقا؟ البته که می شود. الله اکبر. بریز که طاهر طاهر بشم. بس نشد؟ ملاجم شد این یخ در بهش. صد خط صد ملت رو بخونی، خط قسمت رو مادر نمیتونی بخونی. ایوه. مریم رو بگو چی بگم؟ تفلک از سال از بس گریه کرده داره کور میشه. نمیدونم مادر، نمیدونم چی بگم. مثلا تو رفتی باهاش صحبت کنی زن بگیری، نه رو به تو گفت، خودش زن گرفت. نه نه، من میرم یه خود شیرینی میرینی دست بکنم، اینا غروب میرن. خوب نیستش که دست خالی بریم بعد رقشون. ببینم حالا چند وقت خیال دارم بمونم. خودش که میگه ده روز. همه چش و بچه های مشهد که به اون بیفته، برگشتنش دیگه با خداست. مگه اونجا هم دعوا معوا کردی؟ چقدر سوال میکنی ننه؟ خب دوست آشنا داره دیگه، از زیر بوته که عمل نیومده، دورش میکنن، مثل بچه هی سوال میکنن. از زیر گل بری که انقدر بد اخلاقی، نره خر. بابای خدا بیامرزش، با آدم گل میگفت و گل میشنفت. این به اون دایی پدر سوختش رفته. ما سفره های مشهد سوارشن آقایم. حواست جمع مریم باشه تاهه. باش. آری وقتا کچ خلقی میکنه. گفتم بیاد پیش خانم جان تا من برگردم. ده
یه چیزی بگین آخه، ناسلامتی اومدی مسافر بدرقه کنی. خیلی خوب زود برگردیم. آره زیاد نمونی، زود برگردیم، دلمون تنگ میشه. این هم نمیگفتی تو آره نمیشد، بده من بیا. یه چیزم بر رینگا بزن بر بریم بابا. بفرمایید بفرمایید. با آدم میزونه یا نه؟ بفرمایید بفرمایید آقا. بفرمایید کار دارم. خب طاهر یه سر به دایی اکبر بزن، بگو برگردم میرم دست بوسش، یادت نره ها. نه باشه. خداحافظ. خداحافظ خانم جان. خوش سلامت. یا علی با امید خدا. خیر بیش. آره دایی، این 10-15 روزو بهتره تو خونه تو باشیم. آخه میدونی یه عمر من و سید آنی از هم غافل نبودیم، حالا مریم خونه ماست، ملت هم که ملت یه کلاغ چل کلاغ. بهتره تا سید برمیگرده ما اینجا بیفتیم. باشه خونه خودت، فکر درست حرفت هم حساب تایر. کار از محکمکاری عیب نمی کنه، فقط دلم یه خود شور میزنه. آخه یه چیزایی شنیدم. بابت چی دایک و؟ بابت این قاسم آدم راحتی نی، میترسم کار دست سید. سگه کی باشه دایی، اون ترسش تنهایی دست به آب نمیره. میدونم، اما همیشه از اونایی بترس که از همه ترسود ترم. بفرماییدم چایی شما داد، چایی هم از شما یه قدیونم و شما بیر من شد بلان بیرد یه چایی هم بری لبه هاست بیرم چایی شما. اسلام علیکم. اسلام علیکم. چایی هم از شما بس شما بلان بیردم. آقا یک بلگرم بدونید. یک کارش میکنم که تو کوچه ها چادر سرش کنم. شیرین چرا واسه غلطه؟ اون واسه چی؟ اون زنه، حال زنم مثل هوای بهاره، جنگ جنگ مرداست، باز سرخش کنم. شنیدم رفته سفر، یه دلار رو بفرست دنبال نون فروشه ببین چی میدونه. باشه ده چایی بیار بعد مستد نونیه 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 نونه آی نونه نونه مرتزا مرتزا بایسته کارت دارم مرتزا بایسته از بست اونبال دویدم لعیمم باشد مکتا کری چه خبت داد چی میخوای؟ دوتا نون یه خورده هم خبر چه خبری؟ از سید من هیچی نمیدونم، نونم ندارم. ای خره، عوضش منم یه خبر دست اول نابت میدم. راجعه پسر آج میتی رشتی. میدونم که آبجیشو میخوای، بابت این خبر یه چیزایی میتونی ازش بگیری. چه خبری؟ ده نشد، خر خودتی. اول خبر سیدبی، بعدم خبر پسر آج میتی. سیدخان رفته مشهد با عیاله. اینو که ننه مشتاسخرم میدونه. پس دیگه چی میخوای؟ طاهر کجاست؟ قضیه با غلام چی بوده؟ طاهر خونه دایی اکبره. وقتی هم دیشب من رفتم واسه غلام نون ببرم باغ، گفت طاهر مریم خانم از سید خواستگاری کرده، داغ داغ. اونم گفته نه. چه گفته نه؟ آره، حالا خبر پسر حاج عبدالله رو بده ببینم. از تو زندون یه خبر دست اول واسه دادم که اون تو اسهال گرفته، حالش هم خیلی بده. با آبجیش بگو بره دیدنش، ثواب داره. چی شد؟ ایچی؟ آدم میای سراغ ما بی معرفه، گذر بوز به دباخونه میافه. نونیه نونیه نونه. طاهر تو باشه قاسم آقا؟ نه نیست، اون خونه دایی اکبره. اگه یه حبیات چیز از یدولا رو بازشی واسوندیم سر کوچه.
خبری نیست. بسام بریم. بریم. کردی بگو چی شده؟ از روزه خونه تلت خانم برگشتم دیدم چراغا خاموشه، صدا کردم صدای ناله اومد، چراغ بادی رو روشن کردم دیدم مریم وسط اتاق افتاده. مادر خب مریم افتاده بود وسط اتاق، آخه واسه چی؟ بچم سر نماز بوده، بیشرف و سر نماز اومدن سراغشو برخا رو خاموش کردن و ریختن یا موسیب نجفر. حالا جواب سیاد چی بدم؟ مادزده بود و عشق ریخت، حالش بد بود، گذاشتم گریه کنه، داشت میترکید، گفتم کیا بودن مادر، فقط سرشو تکون داد که نمیدونم. آه مصیبت، دیدم بره از دست میره، اومدم دنبال تو، حالا هم که نیست مادر، گذاشته رفته. به دادم برس باید دستم به دامنه، یه کاری بکن مادر، برن شو. خدایا خودت قبول کن، خدایا رو سفیدش کن، هر مکافاتی که تقاضاشه واسه من ببر. اون در به دری و بدبختی زیاد کشیده، از گناهاش بگذر آ خدا.
شنفتیم دیگه همه شهر فهمیدن که طاهر گفته آبجی تو بده ما سیرم گفته ناچ برم با زنش رفته سفر حالا گند کار در اومده که طاهر بله با دختره رین تن تن یعنی ریتی تی یعنی چیشتان بالا کرده دختره تفلی هم گذاشته در رفته آخرش سرتو بالای زبونت میذاری من که دروغه بوق برداشتن هی فوت میکنن ما علی ما بلی خودشون از همه بدترن من که همون سید نبود که شیرین مامان فخری رو گرفت و برد اون غیرت داشت پشتر ناموس مردم حرف نزن پاشیم بابا اصلا به ما چه شر شر اوناست فقط انقدر پشتر ما بربر زیادی نکنی شما که تا خرخره خودتون تو لجن فرو رفتین گربتی های در بده کجا یا کمک کن نجا خون را بیفته نونی نونی شکرم وظیفت ببینم چیه؟ دوست داری یه خبر دست اول از پسر حاج میتی بهت بدم یوان من نونی نونی خدایا چیکار کنم چه خاکی به سرم بزنم دختر بیچاره کجا رفته کاش پام شکسته بوده از خونه بیرون نمیرفتم کاش بسه بسه دیگه مادر کسی خونه هست بفرمایید تو فاطمه خانم خانم جون سلام سلام طاهر خان سلام سلام خانم جان اومدم بهتون خبر بدم من صبح زود رفته بودم امامزاده مریم رو دیدم که کنار زری از بس گری کرده دست خود رفت هنوز اون شانس؟ لابود با اون حال روز کجا میتونه بره طاهر خان من میرم سراغش مادر خیلی خوب برو مریم به راه شده مریم و فاطمه خانم پیدا کرده تو امامزاده بوده عجب سلام فاطمه خانم مریم و فاطمه خانم پیدا کرده ببینم شما یه خود فاطمه خانم هستی چند تا نمره هم بگوری اکبر که این دوتا جوون همدیگر رو میخوان سید نه آورد طاهرم که خلقش رو خودت میدونی کدوم نامسلمونی بوده دست رو مریم بلند کرده کی بوده اکبر اینا چیزی که دارن دشمنه تو هر محل زیر هر تاقی پای هر گود چند تا حسرت به دل نشستن اینا رو بچزونن دایی طاهر اومد سلام علیکم سلام مادر پشت بارو خونه ننه مریم رو بردم خونه دو کلون با دایی حرف دارم باشه یا ولی خدا خوزش بر سلامت آبجی بفرما طاهر خان بفرما خب حالش چطوره خوبه خوبه
خب طاهر چی میخواستی بگی؟ درست مثل این شده که مریمو به دست خودم و با تیغ خودمون پرپر کرده باشی. حالا باز چیکار کرد؟ من باید گردن بگیرم دایی. من باید بگم من این کارو کردم و همین فردا عقدش کنم. سید چی میشه؟ یا باید سیدو بخوایم یا آبرو حیثیت مریمو. من گردن میگیرم پهلوان، اما فقط واسه خاطر خود مریم. دلم از سید پره. نمیدونم، اگرم تو گردن نگیری دختره انگشتما میشه، یا خودشو سر به نیست میکنه یا زبونم لال مایه یه عمر ننگ میشه. آره، اما یه شرط داره دایی. چه شرطی؟ تو باز از همین حالا بیای خونه ما بمونی، تو اتاق وسطی، میونه اتاق من و اتاق مریم. نمیخوام پس فردا سید خیال بد بکنه. خب دختره رو برداره باز خوده. معنی برادر خوندگی رو فهمیدی؟ بازم میگه اینا حرف مفته ایک بری؟ ولکم بابا تا عشق کنی. نرواد میخواهن این در کله کچره. صبر کن تا خود آسد حبیب برگرده و وقت خبرهایی بهش بدم که بزک نمیر، بهار میاد، کمپوزه با خیار میاد. حالا دیگه کار اونا به جایی رسیده که تو هوا خواهشون شدی. آره صبر کن حبیب برگرده. فقط به خودش میگم، فقط به خودش. آره شاید تو بخور یخ بکنه. زده بریم تو خونه، همه ماتشون میبرن. آره طاهر باورش نمیشه ما سر در. سلام سید خان، نوکرتم. چی میخواد؟ عرض دارم سید خان، دیروز غروب تلفن کردم به مشهد واسه عزیز حاج حسین. عزیز دوغ فروشو میگم، گفت شما امروز وارد میشین. خب نوکرتم دیگه سید خان. به ناموس مادرم، ما اگه یه وقت دست از پا خطا کنیم منظوری نداشتیم. به اوفاز نوکرتم. چرا اینقدر نوکرمی؟ واسه اینکه یه خبری برات دارم. شما یه دقیقه اجازه بدین. به امام حسین دروغ نمیگم، از هر که میخواییم بپرسین. دایی اکبرت هم میدونه. اگه دروغ گفته باشی تا شب جنازت رو میذارم تو مردشون خونه. دروغم چیه؟ به حسین دروغ نمیگم. آقا شاید یکی خوبه. چی شده حبیب؟
راه بیفت بریم که بدبخت شدیم. چی شده؟ مریم طاهر نتونست خودشو نگه داره. اون نامرد. راه بیفت بریم. آبجید زن طاهر شده آخ ستبیر. الهی فدات بشم مادر جون، اینقدر گریه نکن، جگرم خون شد. تمام ریش سفیدا جمع شدن که کار تو رو درست کنن. گریه نکن مادر. حالا دختر خودم بسته دیگه. حالا چی کار میخواین بکنین؟ اون هر دقیقه ممکنه بیاد و اینجا رو به خون بکشه. یکی باست بره باش صحبت کنه. من خودم میرم. نه نه، کار تو نیست، بذار خودش بیاد اینجا. سید خارزاده این منه، بذار خودش این دیوار حرمت رو من خراب کنه. من نمیدونم چه دوره ای شده بابا، همدیگر رو میخواستن، عقدم که کردن. نه صحبت سر این حرفا نیست باقی خون، صحبت سر اعتقاداته. اعتقاداتی که اگه نباشن ما هیچی نداریم. باقی خون شما با زحمت بکشین و بهش بگین بیاد، بگین سر از اون بیاد، تو زورخونه صحرا منتظرش. خوش شرعن که خلاف نکرده ست حبیب. خلاف نکرده؟ اون اعتماد رو از بین برده، سنت مردونگی رو خراب کرده. حالا واسه من از کلاه شرعی صحبت میکنین که دائم سر هم میذارین؟ حرف مرد دین مرده، قانون مرده، شرف مرده. وقتی خلاف باشه همه چی خلافه. خودت هم خلاف کردی سید. برای کردم، اما با کی؟ مگه فرقی هم میکنه؟ البته که فرق میکنه. مهم اینه که آدم به کی قول میده، با کی قرار میذاره. باقر خان همون از اون زور میرم دیدنش. یه عام خدا خدا میکردم هیچ وقتی همچین زوری پیش نیاد، اما اومد. باز چی گرگه میکنی؟ گفتم چته، باز چی گرگه میکنی؟ من نمیدونم که اگه تو نباشی وای خدا کجا باید برم؟ بشین اینجا. چی میخواستی به ساید بکنی؟ یه خبر داشتم میخواستم بهش بگم. آه.
بهش چی میخواستی بگی؟ همین جریان آبجیشو میخواستم بگم. چی میخواستم بگم؟ در سوستک درو بگی موخت بیرسم تو دهنت جون بکن. چرا میزنیم اما چند نفر میرم؟ من به خدا دروغ نمیگم، آخه خودش به من سپرده بود زیر زبون آبجیشو بکشم وقتی واسهشون نم میبرم. سید خودش گفته بود؟ آره به خدا، به کی به کی قسم، خودش گفته بود. جون از قنقا دروغ نمیگم. خیلی خوب، امروز تا غروب همینجا پیش اسخر میمونی تا قدر رافیتو بدون. باشه های اسخر. آخ ای ببین، آخ به خدا فقط یه دقیقه، آخه من دیگه نمیتونم. اون که نگفت که نرم، که گفتش برای جده. آخ طاقت بیار بچه، یفته دندون رو جگر بذار. این تو هم که نمیشه، به خدا زود بر میگردم اگه نرم همینجا چیز میشم. رفش کن. دارم باید به ست حبیب ده سید نیست، رفته زورخونه سهراب، به من بگو من میرم بهش میگم. نه چیه؟ اون فقط حرف منو قبول میکنه چون مدرک دارم. تمام زندگیم خبرچینی کردم واسه امروز که بتونم یه خبر درست حسابی بدم. خیلی خوب، پاشو دیگه، اگه دیر برسی مصیبت به بار میادم. Thank you.
کدوم مردونه کی؟ مگه اون کرد دایی؟ حالا توی علیلو برداشته آورده میونه من خودش قاضی کرده؟ درسته من علی، خوب اقلن این یکی یادت نرفت، اما مثل این که یادت رفته چرا علی شدم. خب من یادت میندازم، 20 سال پیش که منم مرد افکن بودم، اسم پهلوان اکبر که میومد تسمه از گرده یا اون گنده گنده هاش کشیده میشد، جگر شیر میخواست که جلوی من جلوی پهلوان اکبر بلند نفس بکشه. وقتی دیدن رو در رو حریفم نمیشن رفتن سراغ نامردی، تخم شک و دودلی رو تو وجودم کاشتن و به این روزم انداختن. زن پاک و نجیبم و از بالای مناره پایین انداختم و خودمم پرد کردم که به اصطلاح آبرو و حیثیت خودم رو حفظ کنم. اما افسوس وقتی همه چیز رو فهمیدم که دیگه خیلی دیر شده بود. سید چشمتو وا کن، دیگه اون دورها گذشته، دارن با نامردی تیشه به ریشت میزنن. آخه تا کی ما باید بدون فکر تا یه چیزی شنیدیم دست به غداره بکنیم و خون و خون ریزی را بندازیم؟ بست دایی، اینقدر سغرا کبرا نچین، پرت و پلا نگو سید، اسم منو نیار نامرد، با من رنگ بازی نکن. خدایا منو ببخش. صبر کن بی انصاف، همه زیر سر خودته. تو خودتو تو حرف مردا قاطی نکن. تو هم به خودت میگی مرد؟ جلوی مادرتو بگیر نامرد، نکنه میخوای پشتش قایم بشی. اونجا که یادمه اینجا جای مردا بوده، من تو گود واسدم سیه. رام بکنی دست رو بلا نمی کنم. نهادن شرفتن هر دوان کمان یه میگم اشتباه میکنی. آره اشتباه میکنم. دو غیر دو کشاوت دو مرگ دلیل یکی اجده یکی نرشی نازم کاری که نواز بشه بشه تا قدیگه مرتزا یه خونه بیه بیرسه گیزه و گیزه و گیزه و گیزه باش عفت کنین دیگه عفتونه من رجده گم گرمی دوال کمان
دوشور گفته نو بخرد آن تو خوبی هرادر تفای بدان چو شیران به کشتی دست کن زروی و زدن خون همی ریختن ناجرم شر بسن نبا چه خبری داری؟ حرف بزن. یه خبر دارم. میخواستم وقتی از مشهد رسیدی بهت بگم، ولی با شیرین خانم بودی. بعدشم اون نامردا گرفتنم تو دکونم زندونیم کرده. کیا زندونیت کردن مرتضی؟ قاسم و دار و دستش اونا بودن که مریم رو بی سیرت کردن. خودم تمام جریان رو اون شب با چشام دیدم. اون شب خانم جان داشت میرفت روزه، قاسم و دار و دستش تو کوچه کمین کرده بودن. تا خانم جان دور شد قاسم و اسقر رفتن تو خونه سراغ مریم. سید به جده که راست میگم، بعدشم بو برده بودن که من اون شب اونجا بودم، منو به این روز انداختن. خب من یک کاری ندارم، خدا رو شد که تونستم قبل از مردنم بهترین خبر رو به شما برسونم. فقط مرزت رو گیر آوردیم، جای منم بزنید. خدا حافظ. خدا Oh!
آره باز یادم بره سید. گوش کن، یکی باز بیرون بمونه و زنا رو بپار. آره تو میمونی. تو میمونی. من بی تو تو شهر دلم میگیره سید حبیب. زندون باشم بهتره، تو بیه ملاقاتم. آره بزنم این دارو بار ماستم. دارو بار نمیشه، چطور تیر برم بالا؟ تیرم نداره، از اون پنجره میرم. ما میریم بالا، تو میمونی سید حبیب. خواست یه جوری در بره، ما هم جلوشو میگرفتیم به تونه خودت. خودم هم نفهمیدم چطور شد. آخه چجوری اون سپایه رفت تو شکمه؟ چجوری نداره، هولش دادم افتاد زمین. بعدش گفت آخ مثل این که ازرائیل تیشی کشد. کجا؟ سید عبی همش تقصیر اوناست، تو بمیری، من کاری نکنم. مادرت بمیره سید عبی. مرازو سپاکی خافه شو، کجا در بیری؟ واسو میرم سید نام برده نام نگی شعلا شعلا تونی میکنم. کسر سگه مرد و سگه افتادی نزم نه مرده پشت تو پر بلندی بود. نزم سگه نزم، من نبودم. آخ سگه کجا پاهرید؟ داری؟ حالا جاوات؟ چه سفید؟ کاری نکردم، تقدیر من دارم. سیره تو نبود، تقدیر من نبود. کشمه تو چی میگیری؟ نامر جهر ما بلند شو کارت دارم. این کشمه مراشای ناکس الانم میکشمت. سگه کی باشی؟ مردی بیا جلو.
میکنی؟ بکشی. بریدی یا نه؟ بس تو دیگه تو نه پس تو بگیرم حالا شهیدت میکنم شهید میکنی باز تو ناکرس کجا فرار میکنی یه وایس نامه چی میبینی جلو عبدالله نزنه میخوام نسمشون از رو زمین وردارم نامرده رو میره پسر ولش کن به درک اون تمام زندگی ما رو از بین برده خیلی خوب خود دانی هر غلطی تو داری اشتباه میکنی سید به مرگ مادرم اینا بودم من تقصیری ندارم سید به خدا من تقصیری ندارم باش تو بایستا برم تو حسابشو برسم صبر کن سید میخوام برم تو مادرشو به ازهاش بشونم مگه قرار نداشتیم یکی ما بیرون بمونه چرا قرار گذاشتیم اما تو بیرون میمونی من دیگه نمیتونم سید دیگه آب از سر من گذشته چاقوی اصغر تا دسته نشست تو سینه‌اش نفهمیدم چی گفتی طاهر من نمیخواستم اونو بکشم سید به جدت راست میگم رخصت اینه گربه ناخت و گیرد بازم به دختر مردم تجاوز میکنی آشا به مرگ شما من نبودم به ارواح خاک بابا من نبودم طاهر خان تو نبودی پا که بود بذاره کنار مرده که نه تو رو خدا طاهر خان من نبودم به جون مادرم من نبودم به ارواح خاک بابا من نبودم کی بود؟ تو نبودی پس کی بود؟ بابا جان بده من تا نبا در خواه تو در چالی بی کس کار بی انصاف نه نه یا جلو نه یا جلو تار خواهد نه دار نایم جلو نه مای تو به اون دختره رحم کرده باری نکن که کار دست ببرم چی کارم میکنی ها چه غلطی ازت برمیاد یه رکت بیست فوراً یه آمبولانس خبر کنین اعتراض میشه شما هم با من بیاین بیا سرکار جواب سر با ما در اختیارتیم بله میدونم بفرمین
تاهر. ما رفتیم سه دبی، مواظب بچه ها باش. باش، ای وقت کردی یه سری به ما بزن. زندگی که بی وفا، هر قدم غم و بلاست.